سلام بر شما به این بخش خبری خوش آمدید. احمد علم الهدا عضو مجلس خبرگان روز پنج شنبه 24 بهمن در همایش حماسه سیاسی حماسه اقتصادی در آستان قدس گفت علی خامنهای نظیر موسا برای ما بوده و اگر قرار باشد که ایشان خودشان هم حرف بزنند هم راهبرد و هم برنامه را مشخص کنند و هم خودشان پیگیری کنند اینطور ما به سان همان قوم بنی اسرائیل هستیم اظهارات علم الهدا در شرایطی مطرح می شود که رهبر جمهوری اسلامی سال هاست که در جزئی ترین مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم دخالت می کند. علاوه بر اختیارات وی که به عنوان ولی مطلق فقیه در قانون اساسی آمده، آقای خامنه ای از طریق نمایندگان خود بر همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظارت دارد. با این همه نهاد رهبری در جمهوری اسلامی عملا به نهادی پاسخگو نیست و مجلس خبرگان که باید بر عملکرد وی نظارت کند به اطاعت و تعریف و تمجید از وی روی آورده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی کتبی به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل گفت شما افسران جوان جنگ نرم هستید و عرصه جنگ نرم بصیرتی امارگونه و استقامتی مالک اشتروار می طلبد. با تمام وجود خود را برای این عرصه آماده کنید. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود افسود شما افسران جنگ نرم نظام سلطه را با تمام ابعاد و لایه‌هایش بشناسید و اهداف و راهبردهای واقعی آن را تحلیل کنید و برای رویارویی روی با آن تمام ظرفیت‌های خودتان را به کار گیرید جنگ نرم اصطلاحی است که جمهوری ولایت فقیه برای مبارزه با فضای مجازی از آن استفاده می‌کند سپاه ایران تحت عنوان جنگ نرم و با بودجه‌های کلان مراکز را تأسیس و افرادی را آموزش داده است تا در فضای مجازی علیه مخالفان نظام اقدام کنند اما علارغم سرمایه گذاری فراوان جمهوری اسلامی در این حوزه مقامات ایران بارها اعلام کردند که در این حوزه شکست خوردند جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر توجیه کردن نمایندگان مجلس درباره رزمایش موشکی را رد کرد وی گفت هیچ جلسه بین نمایندگان با شمخانی نبوده و عدم اجرای رزمایش موشکی سپاه یک واقعیت است علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سهشنبه گفته بود مخالفت این شورا با رزمایش های موشکی صحت ندارد و شورای عالی امنیت ملی مخالف برگزاری رزمایش های موشکی نیست آقای شمخانی با اشاره به انتقاد نمایندگان مجلس گفته بود موضوع چیز چیز دیگری بود و من نمایندگان مجلس را توجیه کردم. حسین شیخ الاسلام مشاور بین الملل رئیس مجلس ایران تاکید کرد که ایران دخالت گسترده در سوریه دارد و گفت مقاومت در سوریه موجب شد با وجود تلاش برای سرنگونی شش ماهه دولت بشار اسد حالا کار به جایی رسیده که مخالفان اسد قصد دارند تا آن چیزی را که از راه جنگ به دست نیاوردند روی میز مذاکره به دست آورند مشاور علی لاریجانی افسود البته ما هم کم نیستیم تا آن چیزی را که با زور نتوانستند بگیرند از راه مذاکره به آنها بدهیم شیخ الاسلام گفت جمهوری اسلامی در سوریه همانند سازمان بسیج گروهی را به نام جیش شعبی یا ارتش ملی تشکیل داد اظهارات این مقام ایران در حالی است که جمهوری اسلامی مدعی است تنها به صورت معنوی از دولت بشار اسد دفاع می کند و حضور نظامی در این کشور ندارد. در طول جنگ داخلی سوریه تعداد قابل توجهی از نیروهای سپاه پاسداران ایران که در جنگ به نفع اسد در دمشق کشته شدند در شهرهای مختلف ایران تشیع و به خاک سپرده شدند. رئیس جمهوری اسلامی پس از دان... رئیس جمهوری اسلامی پس از دانشگاهیان این بار از حقوقدانان دعوت کرد تا با بررسی توافق ژنو درباره آن سخن بگویند و در این مورد به جامعه اطلاع رسانی کنند روحانی چندی قبل با دعوت از دانشگاهیان برای اظهار نظر درباره توافق ژنو گفته بود چرا فقط یک عده کم سواد درباره این توافق نامه حرف بزنند خبرگزاری ایرنا گزارش داد دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از حقوقدانان دعوت کرده است تا درباره توافق ژنو که سوم آذر ماه میان ایران و گروه پنج به علاوه یک امضا شد اظهار نظر و اطلاع رسانی کنند آقای روحانی همچنین گفت دولت او مذاکرات با پنج به علاوه یک را ادامه خواهد داد به گفته از مرحله نخست مذاکرات ای دولتش با گروه پنج به علاوه یک دستاوردهای بزرگی در برداشته و بر ضرورت خبررسانی دقیق و کامل درباره محتوای توافقات ای تاکید کرد آقای روحانی چندی قبل نیز از دانشگاهیان دعوت کرده بود تا درباره توافق ژنو سخن بگویند او گفته بود چرا یک عده کم سواد که از بخش‌های خاص پول میگیرند باید حرف بزنند اما بزرگان دانشگاهیان و اساتید ما سکوت می‌کنند این سخنان واکنش تندی را از جانب محافظه‌کاران در پی داشت و بسیاری از نمایندگان مجلس مخصوصا نزدیکان به مصباح یزدی به رئیس دولت یازدهم حمله کردند در همین راستا مصطفی تاجزاده عضو جبهه مشارکت هم با انتقاد از اظهارات حسن روحانی در مورد کم سواد خواندن برخی مخالفان توافق ژنو گفت این ادبیات احمدی نژادی در شعن روحانی نیست به گزارش سایت کلمه آقای تاجزاده که در زندان به سر میبرد در نامه سرگشاده به رئیس جمهور نوشت این ادبیات در شعن رئیس جمهور ملت با فرهنگ ایران و شخص شما نیست بر رفتار و گفتار آقای احمدی نژاد را تدایی می کند که فهم مخالفان عقیدهش را کمتر از بزقاله می خاند. تارزاده پیشنهاد داده که روحانی با احیای شعار زندباد مخالف من محمد خاتمی هرگز هیچ منتقدی را حتی اگر فرق NPT و MPT را نداند به صفتی ناپسند متصف نکند و خواهان تعقیب قضایی هیچ روزنامه این نشود حتی اگر اقدام بزرگ دولت را در دستیابی به توافق ژنو و تنفروشی بنامند. اشاره تارزاده به یکی از نمایندگان جبهه پایداری است که در طرح پیشنهادی خود برای مذاکرات هسته‌ای عنوان پیمان منع گسترش را اشتباه نوشته بود. وی در پایان هم گفت مخالفت برخی با توافق ژنو از روی کمسوادی نیست، بلکه این گروه منافعشان اقتضا می کند که بکشند ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافق نرسند. انتقادها به ادبیات حسن روحانی در خصوص کم سواد خواندن منتقدان توافق ژنو در حالی است که شب گذشته محمد باقر نوبخت معاون راهبردی رئیس جمهور و سخنگوی دولت هم گفت روحانی به هیچ وجه نگفت که منتقدین دولت کم سوادند بلکه از جامعه دانشگاهی دعوت کرد که به جای ارائه پراکنده نظرات به صورت کتبی سخن بگویند که این دعوت بسیار ای بود سخنگوی دولت گفته است آقای روحانی تاکید کردند که دانشگاهیان سخن بگویند چون اگر آنها سکوت کنند افراد کم سوادتر ممکن است شأن دانشگاه را دچار خدشه نموده و به تشنج بکشانند دعوت حسن روحانی از حقوقدانان برای بررسی توافق ژنو در شرایطی است که حتی نمایندگان مجلس نیست به جزئیات کامل این توافق دسترسی ندارند و در نامههایی بارها خواستار دسترسی به متن این توافق شدند توافق ژنو که در سوم آزر ماه میان ایران و گروه پنج با علاوی یک به امضا رسید مورد انتقاد بسیاری از محافظه‌کاران قرار گرفته و آنها میگویند در این توافق نامه جمهوری اسلامی امتیازهای کلانی به غرب داده و چیزی هم به دست نیاورده است اما علیرغم همه انتقادها و نیز با توجه به دعوت مکرر روحانی از دانشگاهیان و حقوقدانان برای بحث درباره این توافق دولت هنوز متن کامل آن را منتشر نکرده است یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا میگوید که واشنگتن به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که سلاح هسته‌ای بسازد. و اگر این نظام تصمیم به استفاده از مذاکرات هسته‌ای به عنوان پوششی برای ساخت سلاح هسته‌ای بگیرد واشنگتن آن را کشف خواهد کرد معاون امور بین‌الملل وزیر دفاع آمریکا به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت اگر تهران همزمان با ادامه دیپلماسی تصمیم به توسعه مخفیانه برنامه سلاح هسته‌ای خود بگیرد نیروهای نظامی آمریکا برای هر گزینه‌ای آماده هستند در واکنش به این اظهارات اما حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران گفت روی میز بودن تمام گزینه‌ها بلوف سیاسی است فیروزآبادی گفت جمهوری اسلامی برای جنگ تعیین کننده جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل آماده است جمهوری اسلامی سال که برای این نبرد برنامه رزی کرده و رزمایش های مختلفی انجام داده و نیروها را آماده کرده است. 104 تن از اعضای نمایندگان اعضای مجلس آمریکا به امضای نامه‌ای از سیاست باراک اوباما برای فرصت دادن به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران حمایت کردند. امضا از همکارانشان خواستند از تصویب طرح‌ها یا قطعنامه هایی که مذاکرات را در خطر می‌اندازد و می‌تواند در ائتلاف بین‌المللی جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران شکاف بیاندازد، خودداری کنند. قیس حسن رئیس کمیسیون مخابرات مجلس نمایندگان افغانستان در این خصوص گفت که محمد یونس نواندی شهردار کابل در قصب زمین ها و سوء استفاده مالی در بعضی پروژه های بازسازی شده دست داشته است این عضو مجلس نمایندگان افغانستان از آقای کرزای خواست وظیفه شهردار کابل را تا پایان رسیدگی پروندهش تعلیق کند در همین حال محمد یونس نواندیش شهردار کابل اتهامات وارد شده از این نماینده مجلس را بی اساس خانده و گفته است که اعضای کمیسیون یاد شده تقاضاهای غیر قانونی از شهرداری کابل داشتند. به گزارش رسانه های مصر وزیر خارجه مصر نبیل فهمی و وزیر دفاع ارتشبوت عبدالفتاح از سیسی در دیدار با ولادیمیر پوتین رهبر روسیه و وزیر خارجه سرگیر لاورو و وزیر دفاع سرگی شایکو روابط میان دو کشور و همکاری در زمینه توسعه سلاحهای دفاعی نیروهای مسلح مصر گفتگو کردند روزنامه الیوم السابع رو در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشت که از سیسی در دیدار با سرگی شایکو همتای روسیه خود تاکید میکند که سلاحهای روسیه همچنان در ارتش مصر کارای بالایی دارد و همچنین خرید سامانه دفاع هوایی S300 روسیه را رو مورد بررسی قرار خواهد داد. اسیسی در این دیدار همچنین به بررسی تجهیز مصر به چندین بارگرد جنگی روسی خواهد پرداخت به خصوص اینکه آمریکا فروش های آپاچی به مصر را متوقف کرده است بنا به گزارش بررسی خرید موشک‌های ضد تانک کورنیت و هواپیماهای میگ 29 نیز در دستور کار دیدار اسیسی با همتای روسی خود قرار دارد روسیه میگوید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد نحوه رساندن کمک های بشردوستانه به سوریه را در شکل فعلیاش وتو خواهد کرد خبرگزاری رویترز گزارش داده است معاون وزارت خارجه روسیه گنادی گاتولوف گفته است قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت درباره سوریه در شکل کنونیش عملا زمین چینی برای حمله نظامی به سوریه است و روسیه اجازه تصویب آن را نخواهد داد به گفته است درخواستهایی در پیشنویس این قطنامه مطرح شده که حکومت سوریه در صورت انجام ندادن آنها در معرض حمله نظامی قرار خواهد گرفت این پیشنویس که توسط کشورهای غربی تهیه شده است خواستار قطع آتشباری بر شهرهای سوریه و خروج همه نیروهای خارجی از این کشور شده و امکان تحریم افراد و نهادهایی را که مانع رسیدن کمکهای بشردوستانه شوند را مطرح کرده است در رویدادی دیگر مرتبط با تحولات سوریه دیدبان حقوق بشر سوریه از حملات سنگین هوایی ارتش سوریه به شهر یبرود در نزدیکی مرز لبنان خبر داد به گزارش این سازمان هواپیماهای سوری تا به حال ده حمله به این شهر را انجام دادند و نیروهای سوری در حال پیشروی به سوی آنجا هستند و در خبر مرتبط دیگری هم دور دوم مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن با میانجیگری اخزر ابراهیمی روز چهارشنبه در ژنو پایان یافت این مذاکرات از روز سهشنبه آغاز شد اما به گفته اخزر ابراهیمی در مذاکرات تا کنون پیشرفت چندانی به دست نیامده است دولت سوریه و اپوزیسیون در خصوص اولویت بندی موضوع مذاکرات همچنان اختلاف نظر دارند دولت سوریه مایل است آنچه که مبارزه با تروریسم مینامد در رأس مذاکرات قرار گیرد اما مخالفان میگویند نخستین موضوع مذاکرات باید چگونگی تشکیل دولت موقت در سوریه باشد در همین حال شب گذشته در ژنو اعلام شد نمایندگان روسیه، آمریکا و اکثر ابراهیمی قرار است امروز پنجشنبه راجع به وضعیت سوریه با یکدیگر گفتگو کند. در این مذاکرات وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا و گنادی گاتیلوف همتای روس او نماینده کشورهای خود را بر عهده دارند به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد سعید اربابی نماینده ایران شهر و سرباز در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین اقدامات برای آزادی, آزادی پنج مرزبان ربوده شده در مرز پاکستان اظهار داشت در آخرین تماسی که با اعضای شورای تامین استان برقرار کردم اعلام کردند که پنج سرباز ایرانی پس از ربوده شدن به داخل خاک پاکستان منتقل شدند و در حال رایزنی با چند نفر از طرف دولت و مرزبانان پاکستانی هستند وی ادامه داد همچنین از طریق ریش سفیدهایی که در منطقه پاکستان و سیستان وجود دارند این موضوع را مدیریت می‌کنیم تا از آن طریق بتوان این موضوع را حل کرد قانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه زندانی خانگی زهرا رهنورد مهدی کروبی و میر حسین موسوی ستن از رهبران اعتراضات سال 1388 در ایران را غیر قانونی خواندند. کانون مدافعان حقوق بشر این بیانیه را در آستانه 25 بهمن ماه سال روز آغاز زندان خانگی رهنورد کروبی و موسوی صادر کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه بیانیه خود نوشت اقدام حکومت نه تنها در آغاز حصر امری خلاف قانون بود بلکه تداوم آن طی سه سال گذشته میتواند به معنی تداوم و اصرار بر قانون شکنی باشد کانون مدافعان حقوق بشر در پایان هم خواهان رفت و برداشته شدن حصر و آزادی بدون قید و شرط موسوی کروبی و خانم رهنورد شد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در حاشیه مراسم ختم یکی از روحانیون ایران در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ نداد و آنها را دست انداخت. از احمدی نژاد سوال شده بود که آیا صحت دارد که وزیران دولت دهم ده در حال آماده شدن برای حضور در انتخابات مجلس دهم ده هستند؟ او در پاسخ گفت: من سخنگوی خودم هستم و سخنگوی دیگران نیستم. احمدی نژاد در جواب این پرسش که چرا سکوت خود را نمی شکنید؟ هم گفت: سکوت کجا بوده؟ شما سکوت را به من نشان بدهید تا آن را بشکنم. وی در برابر سوالاتی چون توافق ژنو یا سبد کالا لبخند زد و چیزی نگفت رئیس جمهور پیشین ایران در شب تولد خود و در میان حامیانش در محله نارمک سخن از آینده گفته بود که باز هم به فضای سیاسی ایران باز خواهد گشت علی متحری نماینده مجلس عملکرد صدا و سیما در پخش مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر که با سانسور همراه بود را مورد انتقاد قرار داد آقای متحری در وبسایت خود نوشت هر کسی که انتقادی میکرد فورا تصویرش محو و برنامه قطع می شد و مراسم بریده بریده پخش شد که این برای بیننده دردناک بود متحری در انتقاد از صدا و سیما افسود نمیدانم چرا دوستان اینقدر از انتقاد میترسند با اینکه کارهایشان برنامه اعصاب خردکن را به نمای با این کارهایشان برنامه اعصاب خردکن را, را به نمایش گذاشتند در همین راستا وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی هم نوشت قطع مکرر پخش زنده مراسم اختتامی جشنواره فیلم فجر از سوی صدا و سیما نشان از آن دارد که مسئولین ارشد صدا و سیما شعور مردم را درباره برخی از مسائل بسیار سطحی تصور می کنند که به خود اجازه می دهند تا فقط قسمتی از تصاویر را پخش کنند که به زعم آنها برای بینندگان مفید است. در حالی که عراق طی هفته‌های اخیر نارام است و استان الانبار در این کشور نیز بار دیگر صحنه یک کتازی شورشیان اسلامگرا شده و آنها توانستند کنترل رومادی و فلوجه را به دست گیرند رئیس مجلس ایران در پیامی به رئیس مجلس نمایندگان عراق بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری مشترک با این کشور در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کرد خبرگزاری تصنیم گزارش داد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به اسامه النجیفی رئیس مجلس نمایندگان عراق اقدام تروریستی و سوء قصد به وی و برادرش را محکوم و از عدم موفقیت این اقدام تروریستی ابراز خورسندی کرده است. روز سهشنبه اسامه نجیفی از یک سوء قصد جان سالم به در برد. آقای لاریجانی در پیام خود گفته است بی تردید تروریست تهدیدی جدی برای امنیت، آرامش و پیشرفت تمامی ملت‌های منطقه است و مبارزه با آن نیازمند همکاری جمعی منطقه است. رئیس مجلس ایران همچنین برای مبارزه با گروه های تروریستی آمادگی جمهوری اسلامی را به همتای عراقیش اعلام کرد. عراق طی هفته اخیر بسیار ناآرام است و ارتش این کشور در استان الانبار با داعش دولت اسلامی عراق و شام در حال نبرد است. در همین حال و برای اولین بار از سال 2008 در عراق شورشیان اسلامگرا توانستند شهر رومادی و فلوجه را به طور کامل تصرف کنند. خبرگزاری رویترز نیز از فرار دست کم 300 هزار نفر از سکنه این دو شهر به الانبار خبر داده است. کمیساری های سازمان ملل برای پناهندگان پیشتر اعلام کرده بود به دلیل تداوم خونریزی و خشونت و درگیریها ها در شهرهای یاد شده پنجا هزار خانواده رمادی و فلوجه را ترک کردند. نهاد میگوید بخشی از آوارگان عراقی در شهرهای اطراف الانبار سکنا گزیدند و نزدیک 60 هزار نفر دیگر توانستند از استان الانبار خارج شوند در تحول دیگر استاندار الانبار به شورشیان اسلامگرا التیماتوم داده که تا آخر این هفته سلاحهای خود را زمین بگذارند ارتش عراق همچنین اعلام کرده است نیروهایش بخش عمده شهر رمادی را از افراد دولت اسلامی عراق و شام پس گرفته است به گفته ای ارتش عراق نیروهای دولتی با پشتیبانی هلیکوپترها روز چهارشنبه عملیات پاکسازی اکثر نواحی شهر را آغاز کردند و واحدهای پلیس به این مناطق فرستاده شدند نارامی و هرج و در استان الانبار در 28 دسامبر و پس از تخلیه خشونت آمیز خیمه های معترضان سنی در شهر الانبار آغاز شد اعتراض آنها با دستگیری احمد الوانی یک نماینده سنی مجلس عراق به اوج خود رسید گروه اسلامگرای افراطی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام داعش با استفاده از هرج و مرج ناشی از این آرامی ها توانست به الانبار پیشروی کند از آن زمان به بعد کنترل فلوجه و بخشی از رمادی در اختیار این گروه در آمده است ارتش عراق به دستور مالکی و برای پرهیز از خشونت بیشتر از الانبار عقب نشست آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل گفت که آزمایش دو موشک جدید در ایران نشان می دهد که جمهوری اسلامی با وجود تعاملات دیپلماتیک اخیر خود با غرب همچنان دولتی جنگ طلب است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای لیبرمن با انتشار بیانیه اظهار داشت آزمایش های موشکی جدید که ایران دیروز انجام داد بیش از پیش ثابت می کند که نیات ایران عوض نشده و ایرانی ها حتی پنهان نمی کنند که کشوری جنگ افروز هستند. واکنش لیبرمن به آزمایش موشکی ایران مربوط است به آزمایش نسل جدید موشکای بالستیک برد بلند و لیزری ساخت ایران که حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز 21 بهمن از آن خبر داد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید برای عادی کردن روابط این کشور با اسرائیل لازم است دولت اسرائیل تعهد کتبی بدهد که حصر قزه رفع خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل در آنکارا گفت پس از عذرخواهی اسرائیل از کشته شدن نه شهروند ترکیه در ماجرای حمله به کشتی امداد رسانی به غزه مذاکرات با اسرائیل آغاز شد او افزود: این مذاکرات درباره نحوه پرداختن قرامت به خانواده های کشته شدگان بود و گفتگو برای حل بحران روابط دو کشور هنوز پایان نیافته است احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز روز دوشنبه به یک شبکه تلویزیونی این کشور گفته بود بخش عمده اختلافات با اسرائیل در مذاکراتی که به صورت محرمانه میان دو کشور در جریان بوده حل شده است. گروه اسلامگرای بوکو حرام 51 نفر را در منطقه کندونگا شمال شرقی نیجریه هدف حمله قرار داده و آنها را به قتل رساندند. سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر بارها نسبت به خشونت‌ها و جنایت‌های این گروه افراطی ابراز نگرانی کردند. گودلاک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه در ماه می 2013 پس از اعلام وضع اضطراری در سه ایالت شمال شرقی کشور مدیریت امنیتی نیجریه را به ارتش سپرد. حملات بوکو حرام در جریان شورشی چهار ساله اغلب بر مناطق شمالی و میادین نفتی جنوبی نیجریه متمرکز بوده است. این میادین نفتی بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز به بازارهای جهانی عرضه می کنند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین با تشکیل دولت ائتلافی این کشور با مشارکت نمایندگان احزاب مخالف دولت موافقت کرد. به گزارش رویترز، ولادیمیر ریباک رئیس, رئیس مجلس اوکراین در دیدار با هیئت مجمع پارلمانی ناتو به سرپرستی هیوبلی رئیس این مجمع گفت: رئیس جمهوری اوکراین با تشکیل دولت ائتلافی موافقت کرده است. وی افزود چنین فرصتی برای تشکیل دولت ائتلافی در حال حاضر وجود دارد. رئیس مجلس اوکراین گفت کشور نمیتواند بدون دولت باشد وی اضافه کرد دولت باید ائتلافی باشد و حل مسائل اقتصادی کشور را در اولویت دستور کار خود قرار دهد رئیس جمهوری اوکراین هفته گذشته سرگی آربوزوف را به عنوان نخست وزیر موقت منصوب کرد و طبق قوانین اوکراین اکثریت پارلمان باید نخست وزیر را تایید کند با توجه به وضعیت پارلمان اوکراین و حضور قوای جناهای مخالف دولت در آن احتمال زیاد می روید که فرد پیشنهادی رئیس جمهور برای مقام نخست وزیری رأی رئی نیاورد. رئیس مجلس اوکراین تقاضای مخالفان برای تشکیل کابینه دولت بدون مشارکت با طرف مقابل را غیرقانونی خواند. دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقلیات ها و اقوام گفت احساس تبعیض باید از جامعه ایران رخت بر ببندد و هیچ کس نباید به دلیل اعتقاد به دین و مذهبی احساس محرومیت کند. دولت ایران همواره از سوی گروه ها و فعالان حقوق بشر به محدود کردن حقوق شهروندی اقلیت های قومی و مذهبی متهم شده است. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران هم در گزارش اخیر خود از فشار بر اقلیت های قومی و فرهنگی از جمله کردها، آذری ها، بلوچ ها، عرب ها و مدافعان آنان در ایران انتقاد کرد. علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقلیت‌ها و اقوام در گرد همایی پیروان ادیان توحیدی گفته است در ایران هیچ کس نباید به دلیل اعتقادات مذهبی احساس محرومیت کند به گفته است این موضوع سیانت از فرهنگ ایرانی است که فرهنگ جامع و برخوردار از تنوع و گوناگونی است و زیبایی فرهنگ دینی ایران در همین تنوع نهفته است دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت ها و اقوام اضافه کرده است تنوع فرهنگی در ایران فرصت های بسیار گرانسنگی را در اختیار ملت ایران قرار داده که این تنوع نه تنها تهدید و آسیب نیست بلکه فرصتی است که در اختیار ما قرار گرفته است آقای یونسی گفته است ارزش های همین تنوع فرهنگی و همین ادیان عثمانی است که هر کدام بخشی از ارزش های دینی، ملی و تاریخ کهن ما را نمایندگی و حفاظت می یونسی با اشاره به اقلیت زرتشتیان در ایران نیز با تاکید بر اینکه زرتشت قدیمیترین دین آسمانی بر اساس بسیاری از اسناد تاریخی ماست گفته است همه زرتشتیان چه هندو و چه غیر هندو ایرانی هستند و متاسفانه در گذشته بسوری صورت گرفته و انقطاع زبانی و فرهنگی رخ داده است چنانچه تا یک قرن پیش زرتشتیان مقیم هند به زبان فارسی سخن میگفتند. آقای یونسی با بیان اینکه قدیمی ترین کلیسا در ایران بنا نهاده شده گفته است مسیحیان ایرانی پیش از رومی ها مسیحی شدند و مذهب منداییان پیش از ظهور حضرت مسیح در ایران متولد شده است. اظهارات علی یونسی در شرایطی بیان شده که اقلیت های قومی و مذهبی در ایران تحت فشار شدید هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آخرین گزارش سالانه خود درباره ایران به رفتار تبعیض‌آمیز دولت جمهوری اسلامی با اقلیت‌ها پرداخته و گفته است دولت ایران آزادی بهاییان بزرگترین اقلیت دینی در این کشور را منع کرده و تبعیض علیه آنان همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر به دستگیری و زندانی کردن نه تنها بهاییان که سایر اقلیت‌های غیر شیعی و از جمله سنیان، صوفیان و به محدودیت‌های فعالیت‌های فرهنگی ایرانیان آذری، عرب، کرد و بلوش نیز اشاره کرده است. حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 وعده حقوق برابر به اقلیت ها داد که این موضوع باعث حمایت گسترده اقلیت‌های مذهبی و قومی از وی شد. اما با وجود این آقای روحانی پس از روی کار آمدن تنها پست جدیدی را تحت عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام، مذاهب و اقلیت‌های دینی ایجاد کرد و این مسئولیت را به علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی سپرد. روحانی به غیر از ایجاد این پست اقدام دیگری برای اقلیت‌ها انجام نداده و حتی علیرغم وعدش هیچ استاندار بومی را هم نتوانست انتخاب کند. نشر چشمه با رأی هیئت تجدید نظر بررسی تخلفات ناشران فعالیت خود را از سر می گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا بنابر اعلام رسمی هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دریافت لایحه اعتراضی مدیر نشر چشمه این هیئت پس از بررسی های لازم و با مداخله مجموع محتویات پرونده ضمن اعلام پایان رسیدگی رأی خود را صادر کرد نشر چشمه در دولت احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به تعلیق موقت پروانه نش به مدت دو ماه محکوم شده بود که پس از انقضای آن با به شمار آوردن مدت سپری شده می تواند فعالیت خود را از 24 اسفند ماه سال جاری از سر بگیرد معاون فرهنگی وزارت ارش فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در سال 1391 در زمان زمامداری دولت احمدی نژاد اعلام کرده بود که پروانه نشر چشم به اتهام ترویج ارتباط همجنسگرایی و زنا با محارم و اهانت به مقدسات لغو شده است. آغاز تعلیق نشر چشمه از 24 اسفند 1390 بود است. یکی از آثار بحث برانگیزی که انتشار یا عدم انتشارش با پرونده نشر چشمه بستگی پیدا کرده بود، رمان زوال کنولل نوشته محمود دولت آبادی نویسنده ناماشنای ایرانی است. مجلس ایران در صدد تهیه طرحی برای تشکیل یک وزارتخانه برای امور ازدواج و طلاق است. به گزارش خبرگزاری مجلس یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که پیشنویس طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق تهیه شده است. ابراهیم نکونام دلیل تهیه چنین طرحی را منفعل بودن وزارت ورزش و جوانان در رفع مشکلات جوانان ذکر کرده و گفته است که این طرح به امضای 15 نماینده رسیده و پس از بررسی ایرادهای بودجه سال 93 در شورای نگهبان این طرح به هیئت رئیسه مجلس داده می شود. نکونام افزوده که تشکیل وزارتخانه ازدواج و طلاق می تواند کمک شایانی به حل مشکلات ازدواج و اشتغال جوانان بکند و علاوه بر تسهیل ازدواج در این وزارتخانه راهکارهای کاهش تمایل جوانان به طلاق و جدایی نیز بررسی خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بانکی در کره جنوبی گزارش داده است که این کشور در صدد پرداخت بخشی از پول نفت وارداتی از ایران است که به علت تحریم‌ها تا کنون مسدود بوده است. به گزارش رویترز مشخص نیست کره جنوبی چه میزان پول به ایران پرداخت خواهد کرد، اما پولی که بانک مرکزی ایران تا آخر سال 2013 میلادی در دو بانک کره جنوبی داشته 5 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. کره جنوبی پس از ژاپن دومین کشوری است که مطابق توافق هسته‌ای ژنو بخشی از پول مسدود شده ای ایران را پرداخت می کند. بر اساس توافقنامه ژنو ایران تا آخر ماه ژوئیه یعنی تیر ماه در هشت قسط به چهار میلیارد دویست میلیون دلار از درآمدهای نفتی خود دسترسی خواهد داشت صندوق بین المللی پول که بعد از دو سال کارشناسان خود را به ایران فرستاده طی یک گزارشی با اشاره به شوک وارده به اقتصاد ایران گفته است که کشور به اصلاحات گسترده اقتصادی نیاز دارد. گزارش صندوق بین المللی پول با وجود تصویر منفی که از عملکرد اقتصاد ایران در سالهای گذشته ارائه کرده وضعیت آینده را مثبت ارزیابی کرده است. این نخستین گزارش جامعه صندوق بین المللی پول در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه سال گذشته است. گزارش جدید صندوق بین المللی پول از ضعف ساختاری شدید اقتصاد ایران به علت تشدید تحریم های بین المللی و چالش های داخلی حکومت حکایت دارد. این گزارش تاکید دارد ایران برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت اقتصاد خود نیازمند اصلاحات سریع و شدید است. به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به عواید ارزی ناشی از صادرات نفت تشدید تحریم ها و غیر ممکن شدن انتقال ارز حاصل از فروش نفت خام به داخل کشور در سالهای اخیر به بروز بحران اقتصادی در این کشور انجامیده است. بقیده کارشناسان سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد هم عامل دیگری در وخامت اوضاع اقتصادی به خصوص تشدید فشارهای تورمی بوده است. همچنین نفی اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها نیز از جمله عواملی بوده که کسری بودجه دولت و حجم نقدینگی را به شدت افزایش داده و به بحران اقتصادی ایران دامن زده است در همین ارتباط گزارش جدید صندوق بین پول تاکید دارد ترکیبی از شوک و اجرای مرحله اول اصلاح یارانه پیگیری برنامه های اجتماعی بلند پروازانه بدون داشتن منابع مالی لازم و سخت شدن شرایط فعالیت اقتصادی به علت تشدید تحریم های تجاری و مالی اقتصاد را ضعیف کرده است. این گزارش می در حالی که کشور با خطر رشد پایین و تورم بالا مواجه است، ناچار به اجرای اصلاحات جدی در اقتصاد است تا ثبات سرمایه گزاری و بهرهوری را افزایش دهد. این گزارش وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده را به علت توافق این کشور با گروه پنج به علاوه یک رو به بهبود می داند. گزارش بر این باور است که مسئولان دولت حسن روحانی ظاهرا چالش های موجود در مقابل اقتصاد این کشور را می شناسند و اقدامات مقدماتی برای بهبود وضعیت در بسیاری از زمینه ها را آغاز کردند. در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول که اوایل سال منتشر شد پیش بینی شده بود که رشد اقتصادی ایران برای سال 2013 منفی یک ممی سه ده دهم درصد باشد. این نهاد معتبر بین المللی رشد اقتصادی ایران برای سال 2014 را نیز یک ممیز یک درصد پیش بینی کرده بود. در همین رابطه مرکز آمار ایران هم در آخرین گزارش خود که در شهری بر ماه سال جاری منتشر شد رشد اقتصادی کشور طی سال گذشته خورشیدی را منفی 5.4 چهار دهم درصد ارزیابی کرده بود. مرکز پشوهش های مجلس نیز در ارزیابی خود که نیمه شهری بر ماه منتشر کرد، پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی یک سه دهم درصد باشد. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودیم در این بخش خبری شب روز خوش رو براتون آرزو میکنیم.